رادیو همراه، بفرمایید. سلام جناب دکتر، احوال شما؟ صدای منو خوب دارید؟ صداتون خوبه، خوب دارم، بفرمایید. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیبم شد که با شما صحبت کنم. میخواستم در مورد رابطه ای که وارد شدم صحبت کنم و نظرتون رو به طور کلی بدونم. و خب یه خلاصه اول بگم، طبق حالا آشنایی که با شما دارم، اول از خودم و طرف مقابل پارتنری که باهاشون آشنا شدم یه اطلاعات کلی بدم. از کانادا تماس میگیرم، 29 سالم هست و حدود 6 سالی هست که اومدم اینجا و مدرک پی اچ دیم رو چند سال پیش گرفتم و الان در یکی از شرکت‌های مهندسی اینجا کار میکنم. فرزند اول هستم از یک خانواده 3 نفره، 2 خواهر کوچکتر دارم با فاصله های 4 سال و 7 سال و ایشون هم حدوداً 24 سالشون هست، حدوداً کمتر از 1 ساله که وارد کانادا شدن. ایشون هم در رشته مهندسی شیمی درس میخونن و فرزند سوم از یک خانواده 3 نفره هستن با یک خواهر به فاصله فکر میکنم حدوداً 16-17 سال بزرگتر از خودشون و یک برادر با فاصله فکر میکنم 8-9 سال بزرگتر از خودشون. اون خواهر اول از انگار ازدواج دومه، یعنی ازدواج اول مادرشون هست، مادرشون انگار دوباره ازدواج کردن، پدرشون هم همینطور، انگار ایشون فرزند انگار از ازدواج دوم هم پدر و هم مادرشون هست. یعنی اون دوتا یه خواهر و برادر، یه پسر و دختر بودن از پدرشون و مادرشون از ازدواج قبلیشون؟ نه، فقط خواهر بزرگتر از انگار ازدواج اول بوده و انگار برادر و ایشون انگار خواهر برادر تنی هستن با هم دیگه، ولی اون خواهر انگار ناتنی به حساب میاد. متوجه شدم. خب به من بفرمایید که شما چه مدتی است با هم آشنا هستید؟ حدود 6-7 ماه هست که با هم دیگه آشنا شدیم. با چه شدتی؟ هفته یه بار هم دیگر میاد یا 7 روز؟ تقریبا هفته 2 روز الی 3 روز مثلا. و در یه شهر هستید یا متفاوت؟ بله در یک شهر هستم. اوکی. خب به من بفرمایید چه خبر است بینتون؟ والا چون حالا بالاخره یه کمی جدیتر شده و خب میخواستم یه نظری از شما بپرسم و اینکه خب کلن یه آشنایی دارم با تیپ های شخصیتی و اینکه خب خیلی صحبت های شما رو گوش میدم. یه چیزی که من رو یکم نگران کرده، چون حالا رابطمون هم یکم جلو رفته، یه اتفاقیه که برای ایشون افتاده در سنین نوجوانی حدود 15-16 سالگی ایشون که اقدام به خودکشی کردن با خوردن قرص و اینها. و حالا چیزی که به من گفتن علتش هم اختلاف، یعنی کلن خانواده‌ای که داشتن خانواده‌ای به شدت سختگیر و محدود کننده‌ای بودن، ایشون رو اصلا خیلی بیرون نمیذاشتن برن، خیلی دوست خاصی نداشتن و خیلی محدودشون میکرد. و برادر ایشون، یعنی برادر ایشون حتی شاید بیشتر از پدرشون ایشون رو محدود میکرد. و حالا طبق چیزی که به من گفتن علت این کاری رو که کردن هم همین بوده که یه دعوایی مثل این که با برادرشون داشتن، حالا دقیق نمیدونم سر چی بوده این دعوا، ولی اختلاف خیلی بزرگی پیش اومده و مادرشون هم اکثر اوقات طرف اون پسر رو میگرفتن و به خاطر همین مثلا این عمل رو انجام داد. و علاوه بر اون توی این مدتی که با هم دیگه در ارتباطیم، یهگاه رفتارهای یه خورده تکانشی شاید بگم از ایشون دیدم. مثلا یه جایی اگر مخالفتی میکنم یا یه نظری میدم خیلی سریع پرخاش میکنن، ولی خب در عرض شاید 5 دقیقه یا 10 دقیقه باز دوباره اوکی میشه. ولی این یه خورده من رو نگران کرده که شاید ایشون رو بشه توی تیپ شخصیتی مثلا مرزی قرار داد، یه حالا حالت شدیدتر شاید دو قطبی. اطلاعاتم خیلی دقیق نیست و علت اینکه زنگ زدم هم همین. و خب توی صحبت‌های قبلی شما هم شنیدم که میگید مثلا افرادی که شخصیت مرزی دارن اصلا نمیشه باهاشون زندگی کرد و هرچه سریع‌تر آدم از اون رابطه بیاد بیرون به نفعشه. یه خورده نگران شدم و نمیدونم حالا شاید یا بالاخره همونجور که خودتون هم همیشه میگید بالاخره یه تیپ هست، هیچ کس صفر یا صد نیست،
این یه خود من نگران کرده، نمیدونم آیا من زیادی حساس هستم آخه به این قسمت قضیه و مرزی شما یا مرزی خیلی اطلاعاتی ندادید، چون ببینید معمولاً مشخصه شخصیت borderline، شخص مرزی، مرزی یا ناپایدار از نظر من مثلا 20-25 تاست و یه مایه معمولا از استراب داره، یه زمینه ای از افسردگی داره، یه مقداری مسئله خشم و عصبانیت، یه مقدار حتی انفجاری داره، غالب اوقات پدیده ها رو صفر و صد دیدن داره، معمولا آرزوش رو، خواستش رو، نیازش رو حق خودش میدونه و بنابراین وقتی که شما اونچه را که او آرزو داره بهش نمیدید چون رسوندتش به حق، حالا دیگه کاملا میتونه منفجر بشه. بعدم در دقیقا چه سنی دست به خودکشی زده؟ چون سن مهمه. فکر میکنم حدود 15 سال. خب اون یه مقداری خارج از کنترل بودنشون از نظر توانایی های هوشی و علمی و عقلی و واقعی رو ایشون رو کجا میبینید؟ به شدت حداقل از لحاظ درسی که به شدت قوی هستن توی رشتهشون و حالا چون جفتمون هم رشته های مهندس خونیم، ذهن جفتمون خیلی به قول معروف انالیتیکال هست، خیلی حسابگر، ذهنمون خیلی چارچوب مند و نظم داره و از لحاظ کاری و درسی تمرکزشون رو من خیلی خوب میدونم. خب اینو در بقیه زمین‌ها تا چرده؟ چون ببینید استراب موجب یه مقدار وسواس میشه، وسواس خب بر برخی از زمینه‌ها اصلا علت پیشرفته. شما اگر پزشک باشید یا دندان پزشک باشید، وسواسی باشید، پزشک و دندان پزشک خوبی هستید، برای اینکه این کار احتیاج به اون داره اگر قرار باشه که آدم دقیق، مرتب، منظم، مواظبی نباشید، خب مسئله خواهد بود. ولی مهم، شما نمیخواید اداره رو تشکیل بدید یا کارمندی استخدام کنید که اینا صفات خوب کارمندی است، مسئله ازدواجه. حالا چند اندازه زمینه های احساسی، عاطفی، هیجانی ظریف و لطیف رو داره؟ ایشون به شدت توی این چند ماه، یعنی از همون تقریبا اوایل رابطه، به شدت علاقه من شدن. یعنی شاید شدت علاقه که ایشون داشتن یه ذره، یا شاید هم یکم بیشتر از یه ذره بیشتر از من بود، یعنی شاید یکم زیادتر از حد نرمال بود شدتی که ایشون ابراز علاقه. خب اون علامت بوردرلاین هست، برای که میگن به زودی عاشق میشن و آدم فارغ. آها. یعنی اون یکی از مشخصه بوردرلاین. ببخشید، فقط این که زمانی که ما با هم آشنا شدیم ایشون تازه وارد کانادا شده بود و حس میکنم این هم شاید تأثیر داشته، یعنی این احساس تنهایی و اینکه کلن هم زیاد این کلمه رو به کار میبرن که اگر تو بری من مثلا خیلی تنها میشم، آیا ما مثلا مال همدیگه هستیم یا نه، اینجور صحبتهایی رو هم زیاد میکنن. و اینکه لابلای حرفاشون گهگداری من شنیدم که مثلا صحبت هایی میکنن که انگار هیچ آرزویی مثلا برای آینده ندارن، هیچ هدفی برای آینده ندارن. و خب با این سابقه این اقدامی هم که داشتن یه خورده من نگرانم که این شاید در طولانی مدت شاید نشه حساب کرد یا نشه مثلا خیلی دل بست به این رابطه. بذار ازتون این سوال رو بکنم، ارتباطشون با اعضای خانوادهشون الان از کانادا به ایران چگونه است؟ با پدر و مادرشون تقریبا فکر میکنم هر روز یا هر دو روز یک بار اینها صحبت میکنن. برادرشون هم که حالا میگم رابطه خوبی اصلا نداشتن، اما چیزی که حالا من دیدم از وقتی که ایشون مهاجرت کردن به کانادا، یکم اون رابطه فکر میکنم بهتر شده، یعنی حداقل فاصله افتاده بین این خواهر و برادر. برادر مثلا دیدم گهگاه پیام های خیلی دوستانه و مثلا قربون صدقه خواهرش میره یا مثلا دلم برات تنگ شده، اینجور پیام هایی دیدم میده به ایشون. ولی خب میگم شاید چون فاصله افتاده و دلتنگی این اتفاق افتاده. به من بگی چند اندازه حساس و شکننده
فکر یا میکنم بهشون خیلی زیاد. زود بر میخوره. آره زیاد کلا این رو هم من از همون اوایل دیتکت کردم توی ایشون که عزت نفسشون هم خیلی پایین بود و کلا اگر بحثی بشه که مثلا انتقاد، حتی کوچکترین انتقادهایی رو که من میکنم خیلی خیلی یهویی پرخاش میکنن، میگم سریع شاید اوکی بشه بعد مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، خیلی طولانی مدت نیست، ولی این حالت انفجاریه رو من تا حالا شاید مثلا توی چندین مورد مختلف دیدم. چه میکنه این مثلا جان چه میکنند؟ یعنی انفجار، این خشم به چه صورته؟ آها مثلا یه مورد براتون مثال بزنم، یه جایی بودیم توی یه جمعی بودیم و یه رفتاری کردن، من بعد اینکه از اون جمع مثلا جدا شدیم خداحافظی کردیم یه نکته‌ای به ایشون گفتم و بلافاصله همونجا مثلا اینجوری بود که نمیخواد من با تو مثلا نمیام، برای من تاکسی بگیر مثلا من خودم برمیگردم. اونم مثلا این یه مورد بود. موردهای دیگه مثلا همین شبیه اینم 2-3 بار دیگه دیدم، یا مثلا انتقادی در مورد مثلا میگم بیشتر در مورد مثلا بعضی جاها بعضی رفتارها شد، مثلا یه نکته هایی بهشون گفتم همونجا خیلی سریع ناراحت میشن و خیلی سریع مثلا همین رفتار رو نشون میدن. نه نه ما بیدیم موقع مهمی نه سب کنیم، این موقع داد میزنن، این موقع ترک میکنن، موقع یه چیز رو میشکنن، این بزمان خودشون رو میزنن، اون مهمه برای من. نه شکستن و اینها که نبوده، بوده مواردی که آره صداشون یکم بالا بردن، ولی خب من مثلا اجازه نگفتم میتونیم آروم صحبت کنیم در این من داد بزن. بوده مواردی که مثلا 3-4 مورد بوده که داد زدن صداشون رو بالا بردن و بیشتر خیلی موقع هم مثلا سعی کردن، یعنی اول داد میزنن بعد محیط رو ترک میکنن، ولی اینکه مثلا خشونت حالت فیزیکی داشته باشه، جنبه فیزیکی داشته باشه، نه من تا حالا ندیدم. اون وقت قرار برنامه شون این است که بمونن در کانادا یا میخوان به ایران برگردن؟ آها این هم حقیقتش یه موضوع دیگه بود. خوب شد بیان کردی. از اول که اومدن مثل اینکه خیلی علاقه نداشتن به کلن مهاجرت و اینها، و از اول که اومدن اصلا خوششون نیومد از اینجا و بارها مخصوصا تو اون ماهای اول که بارها من از ایشون شنیدم که من از اینجا خوشم نمیاد و میخوام برگردم، اینجا اصلا به دلم ننشست و اینا. ولی الان حس میکنم بعد مثلا نزدیک 1 سالی که شده یه ذره حسشون بهتر شده، ولی باز هم گهگاه میشنوم، ولی خب خیلی این انگار نه اینا موضوعی مهمیه. چه چیزی درباره گذشته روابط ایشون در ایران و گرچه با مجرد شاید ورودشون به کانادا با شما آشنا شدند، اگر بوده در کانادا میدونید؟ نه در کانادا که مطمئنم نبوده، در ایران هم مثل اینکه یکی دو تا رابطه خیلی سطحی، اصلا به هیچ عنوان عمیق نبوده. با توجه به شناخت و نزدیکی که با هم دارید، چه مدتی بعد از آشناییتون، مثلا بعد از چند ساعت، 5 ساعت، 50 ساعت، 500 ساعت، به گونه ای مسئله رابطتون به صورت جدی یا علاقه در اومد یا تونستید کنار هم باشید یا از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک بشید؟ فکر میکنم شاید نسبتا زود بود، شاید بعد مثلا چند تا دیت، 5-6 تا دیت شاید. خب اون وقت شما با توجه و آنچه که بینتون اتفاق افتاد فکر کردید قبلا رابطه ای اصلا نداشتن؟ بله. مطمئنید که به اینجا رسیدید؟ بله. اوکی. خب حالا اگر من بگم دو تا چیز خوب و مثبت ایشون غیر از ماجرای درس و پشت کار ایناشو که اشاره کردید از نظر ویژگی روانی یا شخصیتی چسب به من چی میفرمایید؟ مهمترین چیزی که خوشم اومد از ایشون اینه که واقعا خیلی ذهنیت منفی ندیدم نسبت به دیگه، یه خوشذاتی حس میکنم داره، یه مهربونی ته قلبش میبینم خیلی اوقات. سر قلبش چی؟ آقا با بوردرلاین نمیخونم، بوردرلاین قلبش سیاهه. آها پس شاید نه خیلی ندیدم در مورد مثلا بقیه افراد یا کسایی که حالا مثلا خیلی شاید باهاشون احساس راحتی نداشته باشه مثلا خیلی بد بگه پشت سرشون یا یه خصومت خیلی شدیدی داشته باشه، اصلا اینجور چیزی که اصلا نداشته. یه چیز دیگه هم اون صداقتش، یعنی واقعا تا الان من حتی شاید بگم کوچکترین دروغ یا پنهانکاری ازش ندیدم، خیلی ساده و خیلی انگار صاف بوده همیشه با من.
حالا یکی دو تا چیزی که ای و ایراده چیه غیر از ماجرای احتمالا عصبانیت؟ آها، غیر اون یکی این که فقط یه خورده شاید حالا احتمالا به خاطر فرزند آخر بودن، اونم با این همه اختلاف سنی، یه خورده توانایی مثلا مهارت‌های اجتماعی شاید اونقدر بالا نیست، خیلی مثلا خیلی اوقات گوشه‌گیره تا اینکه بخواد اجتماعی باشه. این یکی از چون برعکس دقیقا خود من هست این اخلاقش. و خب چیز فکر نمی کنید همینجا بذار ببرسم، فکر نمی کنید شاید یک کمی حالت دوگانه منیک دیپرشن دو قطبی یه مقداری پر انرژی و خوشبین و مثبته که اونو شما می بینید برخی از اوقات ای بسا گوشگیر و منفی و بی‌حوصله و بی انرژیه؟ چون ببینید اون تو صحبتاتون یه ذره اشاره به اون بود. من حقیقتش در مورد منیک دیپرشن هم خیلی اطلاعاتی ندارم آقای دکتر، ولی یه موردی هم که خواستم بگم، خیلی زود کلن روحیهشون هم خیلی زود بالا پایین های ریزی داره، یعنی خیلی یعنی مود سوینگ بخصوصه. دارن. خب اون هست، اون ببین همین هست، یه لما خواهد اتفاقی مدار بیشتر بیشتر ازتون یه سوال کنم لطفا با یه دقتی من جواب بدیدون خیلی خیلی کمک میکنه. اشاره کردی که وقتی ایشون تازه آمده بود از اوضاع راضی و خوشحال نبود، اگه بهش میگفتید خب دلایل و یا علل ناراحتی و نارضایتی تو یا اینکه به هر حال از اینجا خوشت نیومده یا نمیاد چیه، پاسخ ایشون چی بود؟ فکر میکنم مهمترین علتش این بود که چون از یه انگار جایی ما زندگی میکنیم که اون تراکم جمعیتی رو اونجوری که توی شهرهای بزرگ ایران داره اینجا نداره و ایشون هم از تهران می اومد، مهمترین چیزی که تو ذوقش خورد این بود حس میکنم. نه فکر من رو با تو خیابون باشه. آره بزرگترین چیزش این بود دقیقا. و اگر مال میرفتن تو مالا که نسبتا شلوغه، اونجا های خورده احساس بهتری داشتن. آره ولی در خب دیگه آخه آدم نمیاد بگه، چون من این از خیلی ها شنیدم که ما اومدیم اینجا فکر کردیم همینجوری تو خیابونا شده ما مثل مور و ملخ ریختن. ما در لس آنجلس خب غیر از دو سه جا که یه رفت آمدی تو خیابونا نسبتا شدیده که میشه دوستان رو برد اونجا، بقیه جا خب خیابونا خلوتن، چون اصولا مثلا در لس آنجلس چون از اتومبیل استفاده میکنن پیاده رو معمولا توش آدمی نیست. میدونید شما فرض کنید تو معروف ترین یا خیابون مثلا لس آنجلس که ویلشر هست، شما از این ورش برید اون ور که 7-8 مایله، یعنی از کنار دریا میره تا داون تاون لس آنجلس، جز یه تیکه کمی ای بسا در هر 5 متر 10 مترتون 5 متر هم شاید یه آدم دیگه نمیبینید که تو پیاده رو باشه. میدونید مردم تا کار نداشته باشن از ماشین پیاده نمیشن برن یه جایی، ولی خب مثلا بسیاری از ما، من خاطرم از ما در ایران یا تهران یا مثلا من در شیراز، خاطرم این است که پدر من شبا بعد از ظهر که از سر کار می اومد می رفتن خیابون زند و داریوش، می رفتن دو سه دفعه پایین و بالا و بر می گشتن. می دونید یعنی اون یه روحیه است که ماها داریم، برای که خب نوع زندگی این گونه است. خب غیر از این دیگه چی؟ اون برای من مهمه، چون اون گله و شکایت خیلی معنی داره. مهمترینش همین بود. بخوام چیز دیگه ای رو اشاره بکنم واقعیتش اوکی. و این تنهاییشون هم بود بالاخره، یعنی این هم حس نه اون تنهایی که نبوده، جدایی بود. آخه ایشون همیشه تنها بوده عزیز. ببینید مفهوم جدایی یعنی بی او بودن. خب ایشون بی پدر بی مادر بی خواهر برادر هست، اون جداییست، اون خیلی مسئله و مشکل. مفهوم تنهایی یعنی که من تای وجودم به اینجا رسیدم که من بدم تو بد، این چه رابطه بده و بنابراین بهتر می کردم دوربر کسی نباشه. حتی شما یه اشاره کردید به ماجرای برادرش، خب من میگم میگن دوری و دوستی، نه من میگم دوری نه دشمنی، چون دوستی نمیاره دوری، ولی این دشمنی رو به نوعی متوقف میکنه. این هم هست. حالا اگر من ازتون بپرسم که اگر از ایشون من بپرسم دو تا جنبه منفی و بدی که در شما نمیپسندن چیه، به من چی میگه؟ یعنی در مورد خودم نمیپسنده، حس میکنم این که خیلی تحلیل میکنم رفتارهای همه، حالا مخصوصا ایشون رو،
خیلی جاها سعی می، حالا شاید هم این کنترلگری باشه نمیدونم، ولی کلا خیلی ذهن تحلیلگری دارم، رفتارهای خودم، دوستان و خب مهمتر از همه ایشون رو خیلی تحلیل میکنم و خیلی جاها ایراداتشون رو سعی میکنم حالا با لحن مناسب ولی بهشون بگم، حس میکنم این شاید یه خورده اذیتشون بکنه. و اینکه یه چیزی هم که خیلی ایشون رو اذیت میکنه اینه که در جریان یه اتفاقایی که در گذشته من افتاده بود در بود رابطه و اینها، خیلی انگار بدون اینکه حالا خیلی قصدی داشته باشم به طور اتفاقی در جریان قرار گرفتم و این موضوع هم تا حد زیادی اذیتشون کرد، یعنی این دوتا حس میکنم خیلی اذیتشون کرد. خب حالا الان فکر میکنید شما بیشتر به ایشون توجه و علاقه دارید یا ایشون به شما؟ از اول رابطه خب همونطور که گفتم ایشون خیلی انگار اون حس عاشقی رو واقعا دیدم از ایشون، من حس میکنم خیلی کنترل شده تره، حالا در حد عاشقی شاید اصلا نباشه، شاید یه دوست داشتن حالا تا یه حدی مناسبی باشه، ولی خب نه از اول ایشون خیلی 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 بیشتر بود. چند اندازه درباره مسائل کلی غیر از حالا محل زندگی که فکر کنم گفتید قبلا نه ولی حالا شاید بخواد بمونه، درسته؟ بله. اگر شما بخواید حالا در جهت بچه و اینا فکر کنید نظر و نگاهشون چیه؟ در ابتدا که باهاشون آشنا شدم میگم یعنی خیلی چیزی نداشتن، خیلی مخالفتی با این قضیه نداشتن، ولی چون یه دوست صمیمی دارن که ایشون یه دونه بچه داره، بچه کوچیک هم داره، مثلا با ایشون در ارتباط حالا نزدیک بودن و خیلی وقت مثلا خونه اون دوستشون میرفتن و حالت مثلا تا حدی مثلا پرستاری اون بچه رو میکردن، نظرشون یکم عوض شد توی این چند ماه، یعنی الان ولی اینجوری که 100% مخالف باشه نه، اینجوری هم نیست. نه نظرشون عوض شد یعنی چی؟ اینجوری بود که اون علاقه ای که به بچه داشتن قبلا داشت رو میگه الان در اون حد دیگه ندارم، میدونم خیلی سختی خودش رو هم داره، ولی مخالف بچه دار شدن نیست، یعنی آره مخالف بچه دار شدن نیست. شما از کدوم شهر تلفن میکنی؟ من از یکی از ایالت‌های مرکزی هم. مرکزی هستید پس اوکی. به من بفرمایید. ببینید من بهتون پیشنهاد سی دی چرا ازدواج چرا طلاق رو میکنم اگه نشنیدی که 8 ساعته و سی دی 4 ساعته 50 باید نباید در زندگی زناشویی، چون الان حرفایی که شما من میزنید کمی جنبه مثبت و منفی داره، نه میبره به سمت منفی که آدم بگه نه مثبت. یک کمی شما الان توی کمی از صحبتاتون کمکی گرایش شخصیت وسواسی مجبور رو دیدم، یعنی obsessive compulsive personality disorder، و میدونید دشمن اصلی و اساسی یه چنین شخصیتی یه شخصیتی borderline یا histrionic هیجانی و ایشون هم اون گرایش ها رو داره، برابر این جذب شدن و کشش شما به سمت هم کرده بیشتر از ناحیه ایشون است، با اون ویژگی روانی سنگینه، ولی من نگران تفاوتی هستم که بین شما دوتاست و جدول ترجیحاتتون و این آخری که با توجه به دیدن موضوعها یا مسائل و مشکلات فرزند دوستشون یه مقداری تمایلشون به داشتن فرزند از خودشون کم شده، کمی نگرانم میکنه. یعنی حقیقتش دارم میخواد که وقت و فرصت بیشتری به هم بدید، ولی واقع بینانه و عاقلانه و ضمناً یک کمی هم اگر لازم شد با کسی مشورت کنید. حالا این سال آخر اگر شما به ایشون بگید من میخوام با تو ازدواج کنم، پاسخ ایشون مثبته دیگه، درسته؟ قاعدتاً بله. ولی عجله هم به اون نه نه عجله که نباید بکنید اصلا عزیز، نه شما هنوز با توجه به سنتون، نه ایشون، ایشون که کمی زوده 23 سالگی زمان مناسبی برای آدم ها، اونم بعد از اینکه مدت کوتاهی مهاجرت کردن اصلا نیست، چون در حقیقت ازدواج یا هر چیزی از این قبیل بیشتر نقش دارو رو داره تا نقش غذا رو، و ما قرار تو زندگی زناشویی غذایی داشته باشیم بتونیم 100 سال بخوریم، نه دوایی که 100 روز هم نشه خورد. درست. اینی که کمی صبر کنید رانبه جان.
کلن نحوه ارتباطم با ایشون رو چجوری مدیریت کنم، مخصوصا اون زمانهایی که میگم یکم پرخاش میکنه؟ نه بیستید یه کمی محکم بیستید ببینید به کجا میرسه. چون شما اگر بخواد ببینید یه زمانی هست که من میخوام یه مسئله را حل کنم، پشت سر بذارم، یه زمانی هست یه فرصتی پیدا میشه برای اینکه یه مقداری وسعت و عمق مشکل یا مسئله یا گرفتاری رو ببینم. نه یک کمی جلوشون بیستید ببینید چه میکنم، چون نه اینکه آزمایش نیست ولی واقعیت مسئله این است. بعدم مهم اینه که در ارتباط با دیگران چه کردن میکنن، چون ببینید جایگاهشون تو خونه خوب نبوده، یعنی با توجه به مادری که فرزندی داشته بعد رفته ازدواج کرده بعد یه پسر و دختر آورده، ایشون بچه آخرن شما بچه اولید، اینا خیلی ترکیبای خوبی نیست. بعدم یه زمین های شاید هیستریانیک و بوردرلاین ایشون دارن، یه زمین های خفیف وسواسی شما دارید، اینا همه در آغاز جلب و جذب هم میشن طور که میدونید، ولی بعدن مسئله و مشکل خواهد بود برای اینکه گرفتاری اونجاست. به همجاست که باید یه مقداری فرصت بیشتری به هم بدید و خودتون رو در شرایط مختلف امتحان کنید. فرض کنید اگر تو سفر هست یا فرض بفرمایید توی جمعی از دوستان کمپی باشه، دو سه روزی که مسائل و مشکلات مطرح باشه، ببینید واقعا چقدر در سازگاری با محیط و نوعی اداره و کنترل خودشون بدون که خیلی رو به خودشون فشار بیارن موفقن، برای که بعدن علائم و نشانه الان هست که گرفتاری است. و میدونید مطالعات علمی نشون میده که بیش از 92% مردم آنچه که بعدن علت جدایشون بوده را قبلا تو دوران آشنایی دیده بودن، ولی نه مهم دونستن نه بهش توجه لازم کردن. شما یه علامت، یعنی مدار پرچم قرمز چند تا اینجا اونجا من دیدم و البته ماجرای خودکشیشون بدترین یا بزرگترین پرچم، چون اونا خیلی معنی دارن، اونا تو سن مثلا 15-16 سالگی. و به همین جد است که کمی ببینید ایشون با دیگران چگونه بوده. شبکه دوستانی که الان اونجا ندارن دارن؟ خیلی نه، به جز همین یکی دو نفر دوستی که گفتم، غیر اونها نه، خیلی دوستی وسیعی ندارن. اوکی، درباره دوستی دوره دبیرستانشون به شما چی میگن؟ اونجا دوستای بیشتری داشتن در ایران، ولی خب اونا مهم دیگه. اهل ورزش و اینا هستن یا نه؟ ورزش جمعی خیلی دستن. نه خیلی اهل ورزش هم نیست. به هر حال کمی صبر کنید ببینید چی میشه. حالا امیدوارم به یه نتیجه‌ای که خیلی سرای هر بتون برسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.